درود میگم همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش آمد. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش نوزایی ایرانی. سپاسگزارم. بانو آرتمیس، جستار این هفته هستش اثرات نگرش استبدادی و شیوه پایداری آن در جوامع مختلف. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. خیلی سپاسگزارم بانو افسانه. این جستار بسیار مهمی است، از اون نظر که خب ما هممون داریم در یک کشور کاملا خفقان زده استبدادی زندگی می کنیم. خیلی از ماها حتی تو این فضا به دنیا اومدیم و زندگی کردیم و تقریبا تمام دوران کودکیمون و نوجوانیمون حتی جوانیمون توسط این حکومت استبدادی بمباران شدیم، یعنی بمباران نگرشی شدیم، بمباران خفقان شدیم. و اینکه چگونه در این گونه جوامع انسان وقتی بزرگ میشه، حالا به طور غالب، حالا یک عده محدودی ممکنه که قصرم در برن از این سیستم اندیشه، ولی خب به طور کلی میتونه خیلی اثرات مخربی داشته باشه بر روی افرادی که در اون کشورها بزرگ میشن. به طور کلی نیمی از جمعیت جهان همین امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم تو رژیم‌های بسته یا میشه گفت استبدادی زندگی میکنن. تقریبا 40% دیگه مردم، یعنی به غیر از اون نیمی از مردم جهان که همین الان حکومتاشون بسته و استبدادی هن، مثل ایران، مثل کره شمالی، مثل چین، مثل خیلی از کشورهایی که خفقان کامل توشون حکم فرماست، 40% دیگه مردم جهان در کشورهای زندگی میکنن که در میشه گفتش که 80 سال گذشته یک دوره های استبدادی رو به هر حال تجربه کردن. حتی اگر امروز کشورشون استبدادی نباشه، ولی دست کم مثلا تا حدود مثلا جنگ جهانی دوم یا از پس از جنگ جهانی دوم حتی در کشورهای استبدادی زندگی کردن. حالا ممکنه به مرور بعضی از اونا کشورهایی هستن امروز که دیگه اون استبداد رو ندارن، مثل کره جنوبی. به طور کلی بنابراین از هر 10 نفر، یعنی فقط ما 20% مردم جهان رو داریم، 20% کل مردم جهان رو داریم که در حکومت‌های استبدادی هیچ وقت زندگی نکردن، یعنی دست کم یا الان زندگی نمی‌کنن یا از 80 سال پیش به این سو زندگی نکردن. خب ما منظورمون اون نسل‌هایی هست که از 80 سال پیش به این سو الان هستن و زنده هستن. بنابراین از هر 10 نفر میتونیم بگیم در جهان امروز 9 نفر مستقیم یا غیر مستقیم در معرض رژیم‌های استبدادی قرار داشتن که به طور کلی تأثیر بسیار مهم و گسترده گذاشته روی سیستم اندیشه و پرورش مردم جهان و این موجب میشه که مردم جهان خیلی سختتر یا دیرتر تونستن به حکومت‌های آزاد برسن، با آزادی‌های پایدار و نگرش و رفتارشون از اون حالت‌های خفقان زده و استبداد زده که خودشون به نوعی حامل و عامل استبداد میشن در نسل‌های بعدی، رفتارشون تغییر کرده. برای مدت طولانی معمولا پس از سرنگونی رژیم‌های استبدادی معمولا این اندیشه استبدادی برای اینکه نهادینه شده در مردمی که در اون کشورها زندگی می‌کنن، مدت طولانی این سیستم استبدادی با مردم میاد، حتی وقتی یک حکومت استبدادی می‌افته. و یک مکانیسم هایی داره این رفتارهای استبدادی که ما باید حتما اینا رو بدونیم برای اینکه در پس از سرنگونی مثلا رژیم استبدادی ایران، رژیم اسلامی کاملا استبدادی و تمامیت خواه، ما بدونیم برای سیاست های پسا استبداد یا پس از اینکه این حکومت بیفته ما باید چه در واقع ویژگی
آگاهی‌هایی رو آغاز کنیم به توجه کردن و انجام دادن و گسترش دادن در کشورمون، برای اینکه بتونیم یک آزادی موفقی در پس از این حکومت داشته باشیم که بتونه پایدار هم باشه و بقا پیدا بکنه. خب خیلی داره در تمام جهان در این باره پژوهش میشه در علوم به اصطلاح اجتماعی و جامعه شناسی یا همبودگاه شناسی دانشگاه‌های مختلف در جهان، اما بسیاری از این پژوهش‌ها هدفمندن و بستگی داره که اون بودجه پژوهش از چه مراکزی اومده به اون دانشگاه رسیده و هدفمند بعضی اوقات بعضی از این پژوهش‌ها انجام میشه. اما به طور کلی در ابتدایی ترین سطح میتونیم بگیم میراث نگرشی در حکومت‌های استبدادی متشکل هستن از دو تا مرحله ضروری. اولین گامش اینه که رژیم استبدادی باید به نگرش و رفتار شهروندان خودش شکل بده، و بعد اینکه گام دوم چگونه این تأثیرات رو نگه داره یه حکومت استبدادی که گاهی اوقات حتی دولت‌ها و نسل اول اون حکومت استبدادی هم که میرن، مثل اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده، خیلی از اونایی که انقلابیون روز اول بودن رفتن و مردن، مثل همون مثلا رفسنجانی یا مثلا اون نسل اولی ها، حالا منتظری یا نمیدونم خود خمینی یا بقیه، ولی در نسل دوم باز این سیاست های استبدادی رو چگونه حکومت استبدادی ادامه میده. بنابراین این یکی از موضوعاتی است که میشه با بررسی رویدادهای دست کم 44 سال اخیر در ایران و با اون ادبیات روبه رشدی که این نگرش ها داشته و بمبارانی که جمهوری اسلامی می کرده، مثلا یک به عنوان نمونه یک رژیم کاملا استبدادی، میتونیم از اینجا ببینیم که چگونه این رژیم کار کرده و چگونه تونسته تأثیر گذاشته روی اندیشه مردم و تربیت نسلا و چگونه تونسته اینها رو حتی پس از رفتن نسل اول، به اصطلاح نسل دوم انقلابی ها، چگونه این رفتارها و این نگرش سیاسی رو نگه داشته. خب این مهمه که ببینیم حکومت‌های استبدادی نخستین کاری که می‌کنن، یعنی سه تا پرسش اساسی داره، سه تا پرسش کلیدی ما در اینجا داریم. نخستین که استبداد چجوری بر شهروندان یک کشور اثر می‌ذاره. دوم اینکه مکانیسم زیر بنای این نفوذ استبدادی چیه. و در به عنوان کلید سوم اینکه چه چیزی بر ماندگاری این نگرش استبدادی و این تأثیر میتونه مؤثر باشه. حالا برای پرسش آغاز، چگونه خودکامگی ها میتونن بر شهروندان خودشون تأثیر بذارن؟ برای درک تأثیر نگرش اولیه ای که حکومت استبدادی بر شهروندان میذارن، میبینیم که مهمه که ببینیم بین واکنش های فردی مختلف به تلاش های رژیم که از طریق عموماً تلقین و آموزش و بمباران منتقل میشه باید یک تمایز قائل بشیم. یعنی این که ببینیم که افراد ممکنه یک سری واکنش های فردی خودشون باشه، یک سری واکنش هاست تلاش های رژیمه و اینها میتونه با هم تعامل داشته باشه یا در تضاد قرار بگیره. برای همین افراد مهمه در بک‌گراند یا پس زمینه تربیتی و خانوادگی و جهانبینی خودشون یا به عقیدتی خودشون در کجا قرار گرفتن که آیا با رژیم استبدادی همسوه یا نه. کسانی که در جایگاهی هستن که سیستم باوری تربیتی خانوادگی و پشتوانه به اصطلاح خانوادگی خودشون در تضاد با سیستم استبدادی هست، مثل خیلی از ماها، اینها
به صورت تضاد و رو در روی هم قرار گرفتن با رژیم قرار میگیرن در حکومت های استبدادی، ولی اونهایی که خودشون مثلا از یک پیشینه های مذهبی ترجیحاً خیلی اسلامی، خیلی سنتی و خیلی به اصطلاح بسته از نظر ذهنی و اندیشه و خیلی اوقات حتی در لول های کمتر از دانش و تحصیلات و آگاهی خانواده‌هاشون قرار داشتن، اینها خیلی راحت تر با رژیم استبدادی همسو و هم اندیش و همراه میشن. بنابراین خود افراد اینکه حکومت استبدادی چگونه بر جامعه اثر میذاره، اینه که حکومت‌های استبدادی اول میگردن عقب کسایی که پیشینه های باوری و تربیتی یا اخلاقیشون خودش یه حالت‌های استبدادی داره و باهاشون همسو میشه و در مورد ایران به ویژه مذهبی و اسلامی ها رو بهتر پیدا میکنه. برای همین بیشترین بازوهای تبلیغات مثلا رژیم ایران در مساجد و حسینیه ها و نماز جمعه و امثال این هاست، یعنی در جاهایی که افراد باورمند مسلمان میان میرن حضور پیدا میکنن و رژیم برای نفوذ استبدادی خودش از اماکنی استفاده میکنه که افرادی که خودشون ماده مستعده دارن که باهاش همراه بشن رو شستشوی مغزی بده و تأثیر بکنه روشون. این یکی از مهمترین شیوه هاییست که خودکامگی ها یا به اصطلاح رژیم های استبدادی بر شهروندانش اثر میذاره، یعنی آدمگیری از بین افرادی که با اون حکومت از نظر اندیشه نزدیکن یا سیمپاتی دارن، همسوان و هم ذاتپنداری دارن. و برای همین هم میبینید که مثلا حکومت های چپی میرن عقب کسانی میگردن که مثلا از طبقات اشراف، اعیان و ثروتمند نیستن یا از کارگران یا از طبقات پایین جامعه هستن که خیلی چیزها رو ندارن و مثلا کمونیستا میرن با این اندیشه، تبلیغ این اندیشه که خیلی از چیزایی که تو نداری در حکومت کمونیستی به تو داده میشه، برای که ما از اونایی که دارن میگیریم و همه رو شریک میکنیم در چیزهایی که اونا دارن و جامعه رو مثلا یکسان میکنیم و در نتیجه افرادی مثلا بیشتر به دامن کمونیستی، اندیشه های کمونیستی و چپی میافتن که خودشون نه هرگز اشرافی و اعیان بودن و دارا بودن و نه از طبقاتی بودن که نیازی نداشته باشن به مرام اشتراکی، برای اینکه من خودم همه چی دارم یا خانوادم دارن یا توانایی های خودم در اون حدی است که همه رو تونستم با خودم یا آدم خودساخته ام و اینا رو تونستم بسازم و نیازی ندارم که دهنم باز باشه یا کسانی بیان یه چیزی بریزن تو حلقوم من. بنابراین میبینیم که هم در سیستم های کمونیستی که خیلی حالت استبدادی دارن، هم در حکومت های اسلامی این حالت دقیقا تبلیغات هدفمند روی افراد سیمپات یا افراد هم‌اندیش یا افرادی با پیشینه مشابه با اون اندیشه یا در طبقه مشابه کار میکنن و اینها رو جمع میکنن. دومین کاری که میکنن اینه که بسیاری از این رژیم های استبدادی میان اندیشه مخالف خودشون رو اهریمن نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا هنگامی که میخواستن بیان و این انقلاب به اصطلاح شورش 57 که اسمش به اصطلاح انقلاب بود رو مستولی کنن، حکومت اسلامی ایجاد کنن و پادشاهی پهلوی رو در ایران بندازن، تمام مدت تصاویری که ساخته میشد و دروغها و به اصطلاح فانتزی هایی که ساخته میشد بر علیه حکومت غالب در این جهت بود که اینها رو اهریمن نشون بدن، یعنی چیزی که نبودن. هر کس در هر جا خودکشی میکرد مینداختن گردن ساواک، هر کس در هر جایی هر سیاه کاری که میکردن مثل واقعی سینما رکس آبادان رو مینداختن گردن شاه و تلاششون این بود که از اون آدم خدمتگزار یک کشور و آدمی که خودش در مینیموم ممکن در جایگاهی که وجود داشت خودش در مینیموم ممکن ریخت و پاش رو داشت و تمام تلاشش به جای زندگی شخصیش برای سازندگی کشور بود،
تلاش میکردن تصویری نشون بدن که اینها بدن، اینا اهریمنن، اینا چنگالهاشون مثل دراکولا در خون مردم، خون مردم رو میمکن، ثروت ملت رو دارن میبرن و میدوزن، و سیاه نمایی های کاملا دروغینی که در آن زمان یک سری از نادانها و افراد ساده اندیش و من میتونم بگم حتی در حد بسیار زیادی ابله و کم عقل و کم دانش اینها رو باور میکردن و آمار دروغینی که بیرون میدادن، حرکات دروغین، عکس‌های دروغین، تصاویری که تلاش میکردن از دودمان به اصطلاح پهلوی نشون بدن، همش در جهت این بود که اینها نه آدم‌های خوبی هن، نه آدم‌های سالمی هن، نه آدم‌های خدمتگزاری هن و همه کارهای اهریمنی جهان رو به اینها نسبت میدادن. همین کار رو حکومت‌های استبدادی چپی و کمونیست انجام میدن. مرتب حرف از بورژوازی میزنن، اشراف بدن، اشراف پستن، اشراف فاسدن، اشراف بیرحمن، اشراف مثلا دزدن و امثال اینها و دروغهای بسیاری که تلقین میکنن به بخش مهمی از جامعه که ممکنه بخش کم درآمدتر باشن یا بخش کم سوادتر باشن یا بخشی باشن که خیلی عقده ها و کامپلکس های درونی زیادتری دارن، محرومترن، حالا یا هرچی هستن، هر مشکلاتی که دارن رو اونها کار میکنن و اونها رو تحریک میکنن بر علیه افراد جبهه مخالف که واقعا هم هیچ کدوم از این چیزهایی که میگفتن درشون بیشتر از جنرال پاپولیشن یا جمعیت عمومی یک کشور نبود. نبود. یعنی شما میزان فرض کنید فسادی که ممکنه در خانواده های اشراف در تمام دنیا وجود داشته باشه اصلا به هیچ عنوان بیشتر از آنچه که در سطح جامعه هست نیست. نه دزدی ها بیشتر هست در کشورهایی که پادشاهی شما برید نگاه کنید، در پادشاهی های هلند، دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، انگلستان، خانواده سلطنتی کاملا درآمدش، میزان پولی که از دولت براشون مقرر میشه در سال و خرجشون، دخلشون، مالیاتشون، برنامه های دیگه زندگیشون تمام شفافه و هیچ جایی برای دزدی و نمیدونم لفت و لیس و نمیدونم فساد پشت پرده و این حرفا براشون نیست و از سوی دیگه تمام زندگیشون مرتب زیر ذره بینه و فساد اخلاقی و فساد به اصطلاح پشت پرده شون به هیچ عنوان اگر خیلی کمتر از همه جامعه نباشه بیش از همه جامعه هم نیست. و حکومت های استبدادی، حالا چه از نوع اسلامی چه از نوع چپیش، نوعهای گوناگون حکومت های استبدادی در جهان، همشون میبینید که از این الگو پیروی میکنن و تلاش میکنن که برحال جفسازی و سیاه‌نمایی کنن از کسانی که واقعا اینطوری نیستن، برای اینکه مردم رو دنبال خودشون را بنزن و برای که بتونن شستشوی مغزی کامل بدن. یکی دیگه از سازوکارهای حکومت‌های استبدادی اینه که سطوح استبداد می‌سازن از بالا تا پایین جامعه. یعنی خود حکومت در سطح کلان مستبده، بعد سازمان‌ها و مؤسساتی که می‌سازن، احزابی که می‌سازن و بازوهای دیگری که در سطح جامعه می‌سازن، حالا اگر مذهبی باشن ارگانیزیشن‌ها یا مؤسسات مذهبی گوناگون مثل همین‌هایی که در جمهوری اسلامی می‌بینید، نمی‌دونم الهادی و نمی‌دونم حوزه علمی این و حوزه علمی اون و مسجد مدرسه نمی‌دونم مذهبی اسلامی فلان، نمی‌دونم آموزشگاه فلان یا امثال اینها، یا مؤسسات گوناگون دیگری که میسازن، مثلا نشر و ترویج آثار امام، نشر و ترویج نمیدونم قرآن و حدیث و نمیدونم فلان و از این سیستم ها که در سیستم های چپی هم کاملا وجود داره، مؤسسات گوناگون، آموزش نمیدونم اصول لنین، آموزش گروه چیزای مارکسیستی، آموزش زندگی و مرام اشتراکی، مؤسسات نمیدونم حقوق کارگران و امثال اینها میشن رده پایین حکومت استبدادی که خودشون شروع میکنن به گسترش و بازوهای تبلیغاتی استبداد در جامعه. و سوم این که میرسن به سطح خانواده و محله و کوچه و یعنی میان در به اصطلاح لول هسته‌ای‌تر هم تبلیغاتشون رو اینها به اصطلاح
متمرکز میکنن که در حدی که مثلا میان آموزش های مثلا برای خانواده یا محله یا کوچه یا فامیل یا امثال هم میذارن و اینها رو رو اینها همه کار میشه. یعنی در سطوح گوناگون استبداد رو حکومت های استبدادی پخش میکنن و مردم رو میکنن جاسوس همدیگه، یعنی یک جوری رقابت میندازن انگار بین بخش های مختلف جامعه و به افرادی که بیشتر شبیه خودشون هستن، بیشتر برای اون حکومت خوش رقصی میکنن، بیشتر دم تکون میدن به اصطلاح، برای اونها مزایای قائل میشن. مثلا سفر مکه و سفر نمیدونم کربلا بهشون میدن، قرعه کشی میکنن در حسینیه فلانجا مثلا برای نمیدونم سفر زیارتی مشهد، بعد نمیدونم بهشون مثلا حتی سفرهای کیش نمیدونم اینور اونور، یعنی یه حالتهایی جا میکنن، مسابقات و قرآن گوناگون، جایزه هایی که میدن، سکه های طلا مثلا برای کسانی که در مناسبت های مختلف عید قدیر نمیدونم عید فطر نمیدونم قربان فلان در مسابقه ها و برنامه ها و رقابت های گوناگون سکه هایی که پخش میکنن، یا مثلا هر کس که نامش محمد و فاطمه هست مثلا بهش سکه بهار آزادی میدن و از این بازی هایی که رقابت ها و به اصطلاح محیط های گوناگون ایجاد میکنن برای رشوه دادن و برای رقابت ایجاد کردن و برای اینکه مردم بدبخت یک جامعه رو ترغیب کنن برای یک دستاورد مالی یا یک سفر مجانی، حالا به هر قبرستونی که میخواد باشه، ولی همین که یک سفر مجانی به خیلی از مردم بدن، میبینین که مردم حتی با یک ساندویچ میبینین که مردم رو میکشونن به کوچه و خیابان ها و مساجد و نمیدونم حسینیه ها و جاهای گوناگون، تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی. و این حالت در سیستم های استبدادی در همه جهان وجود داره، یعنی کمونیست ها و چپ ها هم همین شیوه رو دقیقاً به کار می‌برن. و علت این که ما میگیم بسیار بسیار حکومت های اسلامی و چپی بنیمایه های شیوه های استبدادیشون و گام هایی که برمی‌دارن به هم شبیه از این رو هست که خیلی ساز و کارها اینها مشابهه و در واقع بیشتر از یک الگو پیروی میکنن همشون. و بنابراین خب اینا یکی دیگه از ساز و کارهای اقتدارگراهاست یا استبدادی هاست. و سومین نکته اینه که اینها چگونه میان از کودکی آموزش و پرورش به ویژه از کودکستان ها بچه ها رو میگیرن زیر پروبال خودشون و مغزشویی شروع میشه. همین کاری که امروزه در کشورهای غربی هم میبینین لیبرال ها و نئولیبرال ها و دموکرات ها دارن انجام میدن که از کودکستان در حالی که هیچ نیازی نیست بچه ها رو شروع کنن به شستشوی مغزی دادن درباره ریسیزم یا نژاد پرستی، تبعیض، حقوق LGBT و مسائلی که اصلا یه بچه 6 ساله، حتی یه بچه ابتدایی، حتی یه بچه به سن راهنمایی یعنی 12 تا 14 15 سال هم نیاز نداره بدونه، ولی تمام مدت بچه ها رو شستشوی مغزی میدن. این کار در کشورهای اسلامی میبینید، در طالبان، داعش، در حکومت کره شمالی، در کشورهای کمونیستی مثل چین، مثل نمیدونم کوبا، مثل ونزوئلا و خیلی از جاهای دیگه میبینید انجام میشه. و در ایران و در بسیاری از کشورهای اسلامی خفقان زده دیگه هم داره انجام میشه. از بچگی از کودکستان ها شروع میکنن به آموزش این که تو باید حجاب داشته باشی، خدا و دین و پیغمبر و نام امام ها و آیه های کوچیک رو بخونیم بهتون جایزه میدیم، سوره های کوچیک رو بخونیم بهتون جایزه میدیم و امثال اینها. میبینید که از کودکستان ها شروع میکنن به شستشوی مغزی فرزندان از کودکستان تا دانشگاه و کاملا بمبارانی که هدفمنده و براش بودجه های کلان مصرف میشه. و علاوه بر آموزش پرورش، رژیم های استبدادی کاملا میدیا و رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو در اختیار دارن و همون گونه که میبینید از صبح تا شب تمام کانال های کشورهای استبدادی رو که باز میکنید، که به ویژه امروزه دارید در غرب و کشورهای به اصطلاح دموکراتیک هم میبینید، در یک دهه اخیر کاملا واضحا میبینید تبلیغات از صبح تا شب در جهت یک سویه و یک هدف و یک صدا انجام میشه.
و همه هدفمند و همه یک شکل. و برای همین میبینی جمهوری اسلامی رو باز میکنی از تو قرآن و آخوند و منبر و حوزه و روزه و برنامه هایی به مناسبت عید قربان و شعبان و رمضان و این و اون، و یا در حکومت های کمونیستی از صبح تا شب برنامه هایی درباره اهمیت زندگی اشتراکی، حقوق کارگران، زنان کارگر، فمینیسم و امثال اینها رو شما مرتب میبینید. و حالا داره در جامعه به اصطلاح دموکراتیک غرب هم همه صداها به یک سو حرکت میکنه، همه مردم رو به یک سو دارن هدایت میکنن و صدای مخالفی دیگه نمیذارن باشه. هیچ تبلیغی در کشورهای غربی نمیبینید که حتما توش یک سیاه پوست نباشه، در حالی که بهتون بارها گفتم جمعیت سیاه پوست به عنوان مثال در آمریکا 13-14% جمعیته، ولی دلیلی نداره تمام تبلیغات بدون استثنا 50% سیاه نشون بدن و 50% سفید. مگه 50% سیاه داریم که نشون میدی تو همه تبلیغات؟ نه، برای هدفمند یک جوری به جهان نشون میدن که یعنی که هدف الزامن انگار که همه حقوق سیاه ها مثلا زیر پا گذاشته شده و الان این 13% به اندازه 70% 80% جامعه باید نشون داده بشن و بقیه جامعه کمتر حتی از اینها نشون داده بشن و تبعیض برای استخدام و همه چیز یک سویه به سمت استخدام سیاها، به سمت حقوقونا، تا یه پلیس سیاهو میگیره همه حمله میکنن این چون سیاه بود این کارو کردن، در حالی که نه، جرم انجام داده، پلیس همون جوری که سفیدو میگیره سیاه میگیره. اینا همش بازی های تبلیغاتی و شستشوی مغزی است که میخوان سیاه نمایی کنن، همون جوری که بهتون گفتم رژیم های استبدادی میکنن. رژیم های به اصطلاح دموکراتیک هم در غرب این بازی ها رو آغاز کردن و مرتب در سیاه نمایی از سفید پوست هاست، مرتب از سیاه نمایی از پلیس، مرتب از سیاه نمایی از به اصطلاح افرادی که استریت هستن یعنی LGBT نیستند، و مرتب تا شما یک کلمه حرف بزنید تو نژاد پرستی، تو نژاد ستیزی، تو نمیدونم اینی، تو اونی، و دائم بهت حمله میکنن و برچسب میزنن. بنابراین این کارها میبینیم دقیقاً در حکومت‌های کمونیستی و در حکومت‌های اسلامی یعنی حکومت‌های استبدادی انجام میشه کامل، و در حکومت‌های غیر این دو تام که در غرب میبینیم به اصطلاح دموکراتیک این روزها آغاز شده، به مدت یک دهه تقریباً هست که بمباران میکنن و از صبح تا شب دارن دیوانمون میکنن با این تبلیغات یک سویه. از سوی دیگه مهم هست اینو بدونیم بودجه‌هایی که حکومت‌های استبدادی مصرف می‌کنن و نفوذی که دارن برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بسیار قویه. شما اینو در کره شمالی می‌بینید، در چین می‌بینید، در ایران می‌بینید، در کوبا می‌بینید، در نمی‌دونم ونزوئلا می‌بینید، در تمام کشورهای کمونیستی و در تمام کشورهای اسلامی کاملا فیلتریشن و سانسور رو می‌بینید. یعنی اینکه درجاش یکمی فرق می‌کنه، حالا یک سایت هایی توی یک کشوری بیشتر بازه، یه جایی کمتر بازه، ولی فیلترینگ و سانسور و بستن مردم از شبکه های اجتماعی آزاد جهان و سایت های آزاد جهان این روزها بسیار دیده میشه و جالبه در همین کشورهای دموکراتیک هم بسیار میبینید. شما کافیه فقط یک مطلب رو همین الان که من با شما صحبت میکنم برین خودتون سرچ کنید، یک مطلب راجع به حقوق زنان به عنوان مثال، محاله شما یک دونه وبسایت پیدا کنید که یک کلام مفهوم برابری زنان و مردان رو بگه. جوری مرتب تو تمام این وبسایت ها صحبت میکنن انگار که زنان، دقیقاً تبلیغات فمینیستی، انگار که زنان از دنیا و عالم و آدم طلبکارن و بسیار هم پرخاشگرانه، و جوری هم دارن همش مرتب بر این تبل میکوبن که آره باید همین آنی که یک جدایی انجام میشه مثلا بچه ها رو بدن به مادر. آخه چرا؟ باید ببینیم اگه قرار بود حقوق زنان بررسی بشه باید همه چیز به انصاف بود، باید میمدن میگفتن که ما دنبال حقوق برابر زنان و مردانیم، حضانت بچه هم بین پدر و مادر باید به آن کسی داده بشه که صلاحیت بیشتری داره، که متاسفانه در اینجا شما 90% اوقات میبینید اصلا به این چیزا کاری ندارن.
بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن به پدر، حتی وقتی پدر خیلی هم آدم معقول و خوبیه، بدون استثنا بچه رو مثلا اول میدن به مادر، در حالی که بسیاری اوقات ما در همین خانواده هایی که بچه ها به مادرها داده شدن دیدیم مادرهای خیلی سر به هوای زیادی بودن، یا اون افرادی که در زندگیشون بعدن اومدن بچه ها رو مورد تجاوز یا به اصطلاح چایلد مالستینگ و این حرفا قرار دادن، یا بچه ها رو کتک زدن، یا مادرهایی که بچه هاشون رو ول کردن رفتن کلاب این ور اون ور و پلیس اومده، مثلا شب بچه یک ماه و دو ماه و پنج ماه تنها در خونه میموندن و این مادر سر به هوا مثلا بچه رو ول کرده رفته، و خیلی نظیر اینها رو ما اینجا میبینیم. ولی متاسفانه شما هیچ چیزی رو نمیبینید که به انصاف همه چی رو بررسی بکنن. همه چیز از دیدگاه لیبرالیسم یا فمینیسم یا مثلا به اصطلاح دموکرات ها بررسی میشه. خب این در جامعه ایران هم دیده میشه. شما برید هر چی میخواین در ایران سرچ کنید، هر چی راجع به مسائل فلسفی، مسائل مذهبی، مسائل اعتقادی، مسائل جامعه شناسی، روانشناسی، همش یک سویه به نفع حرفای جمهوری اسلامی در میاد. وبسایت هایی که میاد بالا همش یا مال حوزه است، یا مال دانشگاه امام صادقه، یا مال دانشگاه الزهراست، یا مال نمیدونم دفتر چی مثلا فلان ریاست جمهوریه، یا مجلسه، یا نمیدونم سازمان فلانه یا سازمان فلان، و تمامشون هدفمند همون حرفایی که باید میزنن و وبسایت های دیگه در ایران همش فیلتر میشه. خب همین حالت هم در چین شما میبینید، همه وبسایت هایی که خلاف ایده‌ها و اندیشه و سیستم کشورداری خودشونه میبندن، فیلتر میکنن، حتی شبکه‌های اجتماعی خودشون رو دارن مثل تیک تاک و امثال هم. چین 90% شبکه‌هاش فیلتره، شبکه‌های بین‌المللی، و بیشتر تمام شبکه‌هایی که در چین هست شبکه‌های درونی خودشونه. حتی شما وقتی میرید رو گوگل مپ و چین رو می‌خواید گوگل بکنید، گوگل رو می‌بندن. یعنی شما فقط می‌تونید چین رو از بالا به صورت نقشه خاکستری ببینید، مثلا این خیابون یا اون خیابون. به هیچ عنوان شما به صورت واقعی و عکس و تصویرهای گوگل نمیتونید درون اون کشور رو مثل گوگل مپ و امثال هم اجازه نمیدن که فعالیت در اونجا داشته باشن، و کاملا خاکستری میبینید همه رو. بنابراین اینها از سیاست هاییست که سازوکارهاییست که حکومت های استبدادی انجام میدن که چه نوع اطلاعاتی و کجا داده بشه، چگونه داده بشه، مدارس چگونه شستشو داده بشن، میدیا چگونه اداره بشه، رسانه ها چگونه اداره میشن و امثال هم. حالا ببینیم که در جوامع، اگر بانو شما پرسشی دارید میتونید از من بکنید، یا اینکه میخوای من ادامه بدم؟ نه بانو آرتمیس ادامه بده که بس قدمش. سپاسگزارم. بله، حالا میایم به اینجا، میخوایم برسیم که ببینیم که در این جور جوامع چگونه این ایدئولوژی یا به اصطلاح این اندیشه استبدادی دوام پیدا میکنه و چگونه حتی بعد از اینکه نسل اول میره این نسل دوم باز اونو ادامه میده. نخستینش اینه که حکومت‌های استبدادی بازی رفرم و اصلاحات رو همیشه در چنته دارن. یعنی بلا فاصله که نسل اولی ها میرن، نسل دوم که دقیقاً همون نسل اولن، دقیقاً همون ایدئولوژی ها رو دارن، میبینین که هر چند وقت یک بار در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و این و اون بلا فاصله میبینید دم خروس میزنه بیرون. چرا؟ برای این که مثلا میگن که ما آرزومون رسیدن به دوران درخشان امام راحله. یعنی حتی از این نسل دومی ها که میان ادای به اصطلاح اصلاحات، به اصطلاح تغییرات، به اصطلاح رفرم های گوناگون در بیارن، بلا فاصله به همونا پابندن و نشون میدن که واقعا در همون خط حرکت میکنن. یادتون هست که احمدی نژاد موقعی که میخواست انتخاب بشه میگفت حجابم حالا اجباری نیست، آیا مشکل جوانای ما همین دوتار موه؟ آیا مشکل جوانای ما نمیدونم یه ذره موسیقی گوش کردنه؟ آیا مشکل جوانهای ما اینه، اینترنت، نمیدونم یوتیوبه، فلان فلان؟ و بعد میدیدیم بلا فاصله که میامدن و سر کار، حالا اون خاتمی نمونه قبلیش بود، احمد نژاد نمونه بعدیش بود، همین گونه که میبینین بعدش روحانی نمونه بعدیش بود و الانم که این رئیسی هست، تمام اینا یک بازی هایی دارن
به نام اصلاحات، تغییرات، فضای باز سیاسی، فضای باز جامعه. حالا مثلا زنها 4 روز میذارن اجازه میدن روسریاشون یکم بره عقب، جلو مانتوشون باز باشه، رنگای شاد بپوشن، کودکستان ها و مدارس ابتدایی و اینا روپوش های رنگی تن بچه‌هاشون کنن. مقنعه های مثلا زمان ما مقنعه ها سیاه و خاکستری و اینا بود، سرمه ای و اینا، و حالا مقنعه سفید سرشون میکنن، دورش یه حاشیه رنگی داشته باشه و با این سیستم ها سعی میکنن یه جورایی سر مردم رو شیره بمالن و یه ذره مثلا به مردم بگن آها حالا ببینین دیگه ما نمیریزیم تو خونه ها ماهواره رو جمع بکنیم خوشحال باشین، حالا ببینین ما مثلا تونستیم 4 تا دونه پارک مثلا زدیم، حالا ببینین دیگه خوشحال باشین، حالا ببینین الان مثلا ما رستوران های فلان داریم یا نمیدونم کافی شاپ های فلان داریم یا مثلا نمیدونم قلیون میکشن خانوما تو رستوران ها، حالا دیگه برین خوشحال باشین. بعد دوباره یه مقطعی میریزن و بگیر و ببند و پولی میگیرن و یه مقدار دوباره ملت رو میچزونن و یه مقدار پول کاسبی میکنن این وسط، دوباره مثلا برای 2 ماه شل میشه حجاب، به ویژه موقعی که انتخابات میشه، موقعی مثلا محرم و صفر که میخوان زنا و دخترا رو بکشونن دوباره تو خیابون و هیئت‌های سینه زنی و این حرفا. این بازی ها همیشه توسط حکومت های استبدادی انجام میشه. حالا نوع اسلامیشو ما داریم به چشم خودمون در ایران میبینیم، نوع کمونیستیشو شما میتونید نمونهاشو ببینید در کشورهای گوناگون. و خب من بهتون گفتم در غرب هم همین بازی ها به شیوه دیگری شروع کرده به انجام شدن در چندین سال گذشته. بنابراین راز ماندگاری اینا بازی با روانشناسی مردم و جامعه شناسیه و یک کاری میکنن که مردم فکر کنن همش داره اوضاع بهتر میشه، حالا این بره بین بد و بدتر ما به بده رأی میدیم، حالا این شاید بهتر بشه. یادم دوران خاتمی آخوند خندان برامون آوردن، دوران احمدی نژاد گفت اصلا آخوند نیستین، بیاین بیاین رأی بدین کوچلواریه، بعد دوران نمیدونم دوباره روحانی اون بازی های روباه بنفش و این چیزها رو بردن گروه بنفش و انگشتاشون رو بنفش کنن لباس، این بازی ها مدام در جریانه و این تبلیغات چه زیرزمینی چه آشکار همش وجود داره و بودجه های بسیار بسیار کلان مصرف میشه و بعدم یک جاهایی از جامعه رو میذارن به عنوان سوپاپ اطمینان، مثلا از خودشون یهو میبینین اپوزیسیون میاد بیرون، از خود رژیم یهو میبینیم مثلا دختر رفسنجانی که خودش و خانوادش دستشون تو آرنج، تو خون این ملت، تو ثروت این ملت، تو چپاول این کشور، تو نابود کردن این کشور، تو خود این انقلاب، تو همه ارکان این انقلاب بود، حالا از تمام رانت هایی که خوردن، رادیو تلویزیون در اختیارشون بود، نمیدونم بساز و بفروشی ها، ورزش کشور، فائزه هاشمی ورزش بانوان به اصطلاح تمام مدیر کل و دبیر کل نمیدونم ورزش بانوان ایران بود، اون یکی شوهر اون خواهرش فائقه است که نمیدونم اون یکی دومیه، شوهرش که پزشک بود رئیس نمیدونم هلال احمر ایران بود، خود زنش مدیر نمیدونم بیماری های امور بیماری های خاص بود و اگه یادتون باشه تمام کشور بین اینها قسمت شده بود. خانواده رفسنجانی یکی از کسانی بودن مثل خود خانواده خامنه ای، مثل خانواده خمینی، تمام بخش های گوناگون کشور توشون تو دست اینا بود و میلیارد میلیارد ها اینها دزدیدن و بردن و بچه هاشون همشون در اروپا امریکا بودن زندگی میکردن و هنوز میکنن و امثال اینا، کاری ندارم. یهو میبینین از آستینشون اپوزیسیون در میارن از تو خود اینا و این بازی ها وقت میشه سوپاپ اطمینان معلومه. آها شنیدین دیروز مثلا دختر رفسنجانی عجب حرفایی زد. خب بله این بهترین چیزه که مردم سرشون به تاق کوبیده بشه، یعنی مردم فکر کنن آره ببین این داره درد دل مردم رو میگه، الان اون یکی مثلا تئوریسین حکومت یا مثلا اون صادق زیبا کلام و امثالم، اینها سوپاپ های اطمینان گوناگونی است که در بخش های جامعه دارن، مثلا الهی قمشه ای ساعت ها میشستیم مرد وراجی میکرد، ببخشید میگم وراجی ولی واقعا وراجی بود، ساعت ها میشست بهره طویل میبافت و شما از پای تلویزیون که پا میشدین یک کلمه نفهمیده بودین حرفاش چی بود، حرفای بی سر و ته بی پایه
و بعد که بلند میشین شما یک کلمه چیزی یاد نگرفته بودین، ولی اینا خیلی قشنگ سوپاپ اطمینان های حکومت بودن و مردم قشنگ به بازی میگرفتن و ذهن مردم مشغول میکردن و ادای حرفای خیلی قشنگ زدن و حرفای مخالف زدن و نقد کردن حکومت و این حرفا هم در میآوردن و به این ترتیب حکومت در جهت اصلی خودش حرکت میکرد. نسل دوم این حکومتی ها که بچه ها و نوا و نوادگان همون نسل اولیا بودن، فکت فامیلای اونا بودن، برادرها و خواهرای اونا بودن، اومدن حکومت رو ادامه دادن پس از مردن اون فسیل های 90 ساله و همون کارا رو دارن میکنن و همون سیستمه و هیچ تغییری نمیکنه، ولی مردم بیچاره فکر میکنن که یه تغییراتی انجام شده، خیلی ایران عوض شده، 4 تا پل ساختن، 4 تا رستوران زدن، مردم منتهاشون بازه، موهاشون بیرونه و فکر میکنن خیلی تغییر مثبت انجام شده. بنابراین نه تنها تبلیغاتشون بلکه ادامه دادن اون نگرش از شیوه های گوناگون و بازی های گوناگون انجام میشه و مردم رو همچنان تحت کنترلشون دارن. حالا چه چیزهایی بر عمر این تأثیر اندیشه های استبدادی و سیستم های استبدادی بر مردم مؤثره؟ نخستین که ما باید بدونیم اگر حتی یک حکومت استبدادی بیفته، اما سیستم اندیشه مردم، نگرش مردم و جهانبینی مردم درست نشه، این حکومت استبدادی میره، حتی اگه حکومت بعدی غیر استبدادی باشه باز اون مردم به جایی نمیرسن، مگر اینکه شروع کنن و مردم رو آشنا کنن با اصول زندگی در حکومت غیر استبدادی، جایی که هر گونه صدایی بتونه شنیده بشه، بتونه کانالاشو داشته باشه، بتونه حذف نشه، بتونه در شبکه اجتماعی اکانتش بسته نشه و بتونه هم اون زندگی کنه هم دیگران، تا حدی که شما از چارچوب دیوار خونه خودت یک گام به بیرون تجاوز نکنی به حقوق مردم. یعنی شما ممکن تو خونه خودت هر کاری میخوای بتونی بکنی، هر کاری منظورم که مثلا شما میخوای خونه تبدیل بشه به معبد بودایی میتونه باشه، میتونه حسینیش بکنی تو چارچوب خونه خودت باشه، میتونه نمیدونم تمپل باشه، معبد باشه، هر چی میخواد باشه باشه، ولی همین که شما صدای از اونت بلند بشه که خونه اینوری و اونوری دیگه نتونن بخوابن، اون جلو آزادی شما باید گرفته بشه. همین که نمای خونت رو برداری سفت سیاه بپیچی برای محرم و سفر باید جلوت گرفته بشه. همین که اجازه پیدا کنی بری فضول زندگی مردم بشی، بکن نکن بکنی، باید جلوت گرفته بشه. باید به افرادی که در پس از حکومت استبدادی میخوان در یک کشور آزاد و یک کشور ملی زندگی بکنن، یک کشوری با ارزش‌های ملی و بومی و فرهنگی خودش، آموزش بدن چه نوع نگرشی، چه نوع شیوه رفتار و گفتار و کرداری شما خود باید نشون بدی در یک جامعه غیر استبدادی. یعنی اینکه شما باید آشنا بشی با قانون، آشنا بشی با برابری همه در برابر قانون، از رئیس جمهور، از پادشاه، از دربار، از کارگر، از آدم پیر یا آدم جوان یا کودک یا نوجوان، همه باید حقوقشون مشخص باشه، همه باید پاسخگوی اشتباهات و خلافکاری ها و تباهکاری ها و خطاهای خودشون باشن و همه باید با انصاف این حق رو داشته باشن که از خودشون در جامعه دفاع بکنن. یعنی من باید حق انسانی داشته باشم، اونم باید داشته باشه، اینم باید داشته باشه. الزامی نداره ما را بریم در جامعه بگیم همه عقاید محترمن. نه، همه عقاید محترم نیستن. ممکنه یک کسی اعتقاد به اسلام جهادی داشته باشه، از فردا بخواد بمب ببنده تو خیابون به خودش، بره مثلا تو مجلس مردم بکشه، بره تو بازار مردم بکشه، بره مثلا تو کلیسای مسیحیان مردم بکشه، یا بره توی سیناگون یا کنیسای یهودیان مثلا مردم بکشه. نه، ما همچین چیزی رو باور نداریم.
همه عقاید محترم نیستن، اما هر کس در برابر قانون حق داره هر آن عقیده‌ای که خودش میخواد داشته باشه، به شرطی که 1 میلیمتر به حق و حقوق دیگران و جامعه و آزادی‌های دیگران تجاوز نکنه و خلافی در حق دیگران و جامعه مرتکب نشه. دوم این که بایستی ما بپذیریم تفاوت‌ها هست، اما این به معنی این نیست که ما بایستی مثل جامعه غرب امروز یک سری مسائل غیر عرفی یا غیر اخلاقی یا غیر منطقی برای فرهنگ جامعه ما، برای هویت ایرانی ما، برای ارزش‌های ملیمون رو الزاماً چون جهان دارن تبلیغ میکنن ما باید تبلیغ بکنیم. نه، همچین چیزی نیست. ما میتونیم یک کشور آزاد باشیم در جهان، اما ارزش‌های ملی خودمون رو داشته باشیم و فرهنگ ملی خودمون رو داشته باشیم و افراد میتونن زندگی آزاد بکنن در یک جامعه، به شرط اینکه به حقوق دیگران یا به بقیه بخش جامعه آسیبی وارد نکنن. از سوی دیگه بایستی به همه بخش های جامعه بفهمونیم، آموزش بدیم از کودکستان ها که هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. شما چه زن باشی چه مرد باشی باید فرصت مشابه برای بالندگی، برای آموزش و پرورش، برای دانشگاه، برای کار، برای دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی برابر همه انسان‌ها داشته باشی. فرق نمی‌کنه زنین یا مردین، در هر رشته‌ای که دوست دارین باید بتونین کار و تحصیل و زندگی بکنین، در هر بخشی از کشور که دوست دارین باید بتونین زندگی بکنین، باید بتونین همه چیز برای بالندگی در اختیارتون باشه. ما نباید در کشوری که داعیه آزادی داره به هیچ عنوان اجازه بدیم مرد به زن یا زن به مرد ستم بکنه، مادر و پدر به فرزند یا فرزند به مادر و پدر ستم بکنن یا حقوقشون رو زیر پا بگذارن. و این موجب خواهد شد که ما آموزش بگیریم که واقعا آزادی معنیش چیه. ممکنه با فرهنگ ایرانی، برای که ما یه ملت ایرانی هستیم با یه فرهنگ چند هزار ساله، این اسلام فرهنگ ملی ما نیست، بنابراین در فردای آزادی ایران ما بیهجاب خواهیم بود، ولی دلیلی هم نداره فردا از فردا که قرار مردم بیهجاب باشد کد یا اتیک لباس پوشیدن هم در کشور از بین بره. ما بنا نیست در فردای آزادی ایران یه سری آدم برهنه با مایه دو تیکه مثلا یا مرد یا زن برهنه در خیابون داشته باشه. ما یک اتیک و یک اخلاق و یک منش و یک عرف فرهنگی داریم که اونها رو باید رعایت بکنیم و اون باید توی قوانین ما گنجانده بشه و ما باید بر اساس اون قانون زندگی بکنیم. برای اینکه من یک نفر نیستم، من از در خونم میام بیرون یک جامعه با من مواجهه و این یک جامعه حق داره تصویر چشم آزار نبینه، همون گونه که فرهنگ ملی ما توش چادر سیاه، لباس سیاه، روبنده و برقه و امثال هم نبوده. در فرهنگ ما زن برهنه در خیابون مثلا میگم به عنوان مثال گفتم با مایه دو تیکه معنی نمیده. باید هر چیزی یک کد اخلاقی ملی خودشو داشته باشه و این مخالف نیست با آزادی در یک اجتماع. همون گونه که شما در جامعه مثلا به عنوان مثال ژاپن میبینید که مثلا برای حضور در اداره ها، کمپانی ها، مدارس یا شرکت ها یا اماکن عمومی برای کار همه باید لباس فرم بپوشن، فرمال بپوشن، حالا مردا کت شلوار کراوات، حتی در مدرسه ها بچه ها یونیفرم های کت شلوار کراوات برای پسرها، کت و دامن و پاپیون برای دخترها دارن. اینها یه چیزهایی هست که در جوامع مطابق فرهنگ خودشون میذارن و هیچ ایرادی هم نداره و هیچ دلیلی هم نداره. ما آزادی فردای ایرانمون پس از این استبداد آزادی کشورهای غربی باشه، آزادی بومی خودمون با فرهنگ ملی خودمون خواهد بود. از یک سوی دیگه این که ما باید آموزش بدیم به مردم زندگی در جهان امروز به چه معناست. ما باید تعاملات جامعه مدرن امروزی رو هم بیاموزیم، این که در جامعه امروز چه رفتارهای ناپسند
چه حرکاتی بده، چه هشدارهایی باید از سیستم زندگی مدرن به مردم داد، چه کلاهبرداری هایی در جامعه های مدرن داره انجام میشه، حالا سایبر مثلا اینترنتی، کلاهبرداری های اینترنتی، دزدی های اینترنتی، جرم و جنایت های اینترنتی، جرم و جنایت های دنیای مدرن و اتفاقاتی که تو اونها میفته باید به مردم آگاهی داده بشه و آموزش داده بشه، هم در رسانه هم در مدارس. بنابراین اینها میتونه اطلاعات مردم رو بروز بکنه، در این حالی که کشور از استبداد در خواهد آمد، اما نگرش مردم نگرش غیر استبدادی و مدرن و جدید بشه و مردم رو آشنا بکنن با هر آنچه که در زندگی امروز نیاز دارن در محدوده جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی خود ما. و این بسیار مهمه برای حکومت‌های پسا استبدادی که این میراث‌های استبداد از ذهن و مغز مردم زدوده بشه، به نسل جدید فرهنگ آزاده، اندیشی، خردمندی، خردورزی، دادگری و رواداری نسبت به دیگران، نسبت به حقوق دیگران، نسبت به حضور دیگران در بخش‌های مختلف جامعه رو بدیم و اجازه بدیم که هم از سطح کلان سیاسی، هم مؤسسات و ارگان‌ها و انستیتوهای مختلفی که در یک کشور کار و فعالیت میکنن، میتونن نیکوکاری باشن، میتونن فرهنگی باشن، میتونن سیاسی باشن، احزاب باشن، چیزهای دیگه باشن، و هم در محدوده‌های محلی، خانوادگی، انجمن‌های کوچیک‌تر، جمع دوستان و امثال هم، اینها همه باید لایه به لایه روش کار بشه و آموزش داده بشه تا بتونن نسل بعد از حکومت‌های استبدادی در کشورهایی که دوران پس از استبداد رو میگذرونن چگونه یه مرتبه از این بر بوم نیان بیافتن اون بر بوم و چگونه بتونن یه جامعه معقول و مناسب و در واقع با هویتی برای هویت ملی خودشون بسازن و یک جامعه خوشبخت و رو به رشدی رو رقم بزنن که فرزندان اون سرزمین بتونن توش ببالن و به شایستگی ها و توانایی های خودشون برسن. سپاسگزارم مونو آرتمیس عزیز، خیلی استفاده کردم. امیدوارم که بیننده های کسایی که برنامه ها رو میبینن هم در نشر این برنامه ها با ما همکاری کنن و برای دوستانی که میشناسن افراد فامیل بفرستن که دیگران هم از این مطالب استفاده کنن. اگر صحبت پایانی داری بانو آرتمیس میشنویم، اگر نه که سپاسگزارم بانو افسانه. همیشه یادمون باشه این جمهوری اسلامی نیست که فقط استبداد رو داره در ایران پیاده میکنه، این نفس اون اندیشه اسلامی است که این حکومت هم به عنوان یک پایه یا مبلغ یا نماینده به اصطلاح ولی فقیه و نماینده نمیدونم خدا در زمین و نماینده پیامبر در زمین در واقع، و فقط نباید این حکومت سرنگون بشه که ایران از سیستم اندیشه استبداد زده در بیاد، بلکه باید نگرش و بینش و جهانبینی ایرانیان به دنبال تغییر این حکومت از نو ساخته بشه و تغییر بکنه تا بتونه کشور در آینده تغییر بکنه. و حرفای گذشته این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه بازگشت ایرانیان به اصل و ریشه خودمون که هم فرهنگ ایرانیه، به جای قرآن خوندن شاهنامه بخونیم، به جای اینکه بچه‌هامون بفرستیم کلاس‌های مزخرف این پای منبر آخوندا بشینه، بهشون تاریخ رو یاد بدیم، تاریخ کشورمون رو و شاهنامه خوانی رو، و که بدونن در گذشته ما قبل از حمله تازی‌ها چه نوع فرهنگی داشتیم و چقدر مردم ما از خود گذشته و فداکار و میهن دوست و میهن پرست. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز از اینکه در برنامه شرکت کردین. تو برنامه دیگه، جاوید شاه، پاینده ایران. بدرود. بدرود پاینده.